امروز پنجشنبه دهم آذر 1401 است و با ویژه برنامه دیگر از تلویزیون آریان با شما هستیم. پیام حسینی هستم، خوش آمدید به کیوسک. ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ جمهوری اسلامی و رئیس جمهور برگماشته رژیم ولایی امروز به سنندج رفت. طی بیش از دو ماه اخیر و با آغاز قیام ژنژیان آزادی که خاستگاه آن شرق کردستان است و در تمامی جغرافیای سیاسی ایران گسترده شده، شهر سرخفام سنندج یک آن فارغ از شور انقلابی و خشم و خروش زنان و جوانان نبوده است. این شهر که هم مرکز استان است و هم مرکز تداوم قیام، همیشه شاهد تظاهرات خیابانی، راهبندان شبانه و تعقیب و گریز جوانان و ماموران در کوچه و پس کوچه های شهر بوده و آتش قیام را هر لحظه فروزان نگه داشته است. جوانان مصمم کردستانی که در سنندج رویاروی گزمگان رژیم ولایی استادند، ترس و واهمه را به دل ماموران خامنه‌ای انداختند. در این بین دستگاه تبلیغاتی رژیم و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران که طی این دو ماه برای کشتار مردم کردستان، بلوچستان، اهواز، آذربایجان و مرکز ایران لحظه‌ای دودل نبودند، خبر از سفر رئیسی به شهر سنندج می‌دهند. امروز رئیسی به سنندج رفت تا به عوامل رژیم بگوید که کنترل اوضاع را در دست دارند و حتی این قلعه فتح نشدنی مقاومت مردم کردستان هم حضور رئیسی را در خود دارد. مردم هوشیار و همیشه انقلابی کردستان و سنندج که طی این 75 روز درسی فراموش نشدنی به مهرهای رژیم ایران داده اند، اکنون هم با رویکردی انقلابی و رادیکال بار دیگر به نظام ولایی نمی گویند. مردم کردستان پذیرای رئیسی و هیچ برگماشته دیگر رژیم ایران نیستند. مردم کردستان و به ویژه سنندجی ها همواره شعار دادند: کردستان گورستان فاشیستان. مرکز خیزش انقلابی مردم کردستان در دهمین بیانیه خود ضمن محکوم کردن سفر رئیسی به کردستان از عموم مردم انقلابی می‌خواهد تا موضعی شایسته را در برابر رئیسی اتخاذ کنند. متن این بیانیه: استان کردستان دارای ظرفیت‌های بیانیه شماره 10 مرکز خیزش انقلابی مردم کردستان در محکومیت سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نظام اشغالگر ایران به سنندج، به افکار عمومی. سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نظام اشغالگر و فاشیست ایران به سنندج، در حالی که قیام خلق‌های ایران با پیشگامی کردها ادامه دارد، اهداف شومی را دنبال می‌کند. همه مردم کرد آزادیخواه و مبارز لازم است جهت خونساسازی این اقدامات پلید رژیم اتخاذ موضع کنند و برنامه‌های رژیم را به هزیمت بکشانند. مردم انقلابی و رنج کشیده ما به عینه می‌بینند نظام اشغالگر ایران با زمامداری رئیسی کماکان برنامه‌های نسل‌کشی و سرکوب بی‌رحمانه را از بازداشت و شکنجه گرفته تا کشتار قیام‌کنندگان در خیابان ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری که به کشتار دست می‌زند، با سفر به سنندج در صدد عوام فریبی و سرپوش گذاشتن بر جنایات خود است. او نباید از سوی ما مردم بخشوده شود. این رژیم برنامه‌ای جز سرکوب ندارد. جنبش ژنژیان آزادی قیام مردمی علیه نسل‌کشی و ظلم و ستم‌های مضاعف رژیم را تا رسیدن به یکایک اهداف مردممان به اوج رسانده. قیام ما با قدرت هرچه تمام‌تر و با عزم و اراده راسخ‌تر ادامه دارد.
ما به ظالمانی که جوانانمان را در خیابانها به خون نشاندند اجازه نمی دهیم حتی یک لحظه آسایش و آسودگی داشته باشند. ما کاخ ظالمان را کوخ می کنیم و به سوگندی که به همه مردمانمان داده ایم وفاداریم و تا رسیدن به تمامی آزادی هایمان از پای نخواهیم نشست. مرکز خیزش انقلابی مردم کردستان، سفر رئیسی به سنندج، شهر قیام آزادی خواهان و مبارزان غیور را شدیداً محکوم می نماید و آن را در راستای زنجیر برنامه های مزورانه و عوام فریبانه رژیم می داند. این سفر پس از کشتار در همه شهرها توهین به مردم ما و همه خانواده شهدا است. لذا از تمامی مردم انقلابی دعوت به عمل می آوریم که با اتخاذ موضع اخلاقی انسانی به وظایف سیاسی خیش در قبال قیام مردم ایران عمل نمایند و سفر رئیس جمهور سرکوب و کشتارگری را محکوم نمایند. موضع گیری انقلابی من ضامن آزادی مردم من در سراسر ایران است. روز روز آزادی خواهان و مبارزان ارادمند و غیور در خیابان است. زنده باد مردم انقلابی. مرکز خیزش انقلابی مردم کردستان، 9 آذر 1401. سیامند ماینی رئیس مشترک حزب حیات آزاد کردستان پژاکم با انتشار توییتی سفر رئیسی به سنندج را محکوم کرد و تحسن و اعتصاب را جواب شایسته مردم کردستان به این عضو هیئت مرگ رژیم ایران دانست. در این توییت سیامند معینی رئیس مشترک پژاک می‌نویسد آمدن رئیسی به کردستان بعد از این همه جنایت و آلوده شدن دستش به خون ملتمان یک گستاخی و پررویی است که تنها از صفاکی همچون رئیسی برمی‌آید. خلقمان باید با تحسن و خالی گذاشتن تمامی مسیرها موضع صریح خیش را به رژیم نشان دهد. چشم دیدن رویتان را نداریم. طی روزهای اخیر حضور گماشتگان رژیم ایران در مناطق کردستان و بلوچستان بسیار خبرساز شده است. احمد وحیدی رئیس کشور رژیم ایران و حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران به بلوچستان رفتند و تهدیدهای مکرر خامنه‌ای علیه مردم به پا خواسته را دوباره کردند. از سوی دیگر خامنه‌ای با گسیل رئیسی به عنوان یکی از بدنامترین گماشتگان خود در پی ارسال پیام ویژه به افکار عمومی است. خبرگزاری‌های وابسته به رژیم ایران از پوشش جزئیات برنامه کاری سفر رئیسی به سنندج خودداری می‌کنند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در مورد سفر رئیسی به سنندج نوشت که وی پروژه آبرسانی از سامانه انتقال آب سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج را افتتاح کرد. از سوی دیگر خبرگزاری دولت ایران ایرنا هم با انتشار تصویری که توسط تسنیم منتشر شده جزئیاتی را در مورد این طرح بیان کرد، اما هیچ خبری در مورد برنامه سفر رئیسی ننوشت. همزمان خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت که رئیسی در این سفر یک روزه به سنندج با علما اقشار مختلف دیدار خواهد داشت، اما جزئیات این دیدار که با چه اقشاری خواهد بود و در کجا چه ساعتی از روز خواهد بود بیان نکرد. با این حال روزنامه همشهری درباره این سفر نوشت که رئیسی در سالن آزادی سنندج سخنرانی خواهد داشت. رئیسی که لقب آیت الله قتل عام را یک دک می کشد و عضو فعال هیئت مرگ جمهوری اسلامی است، بهتر از هر کسی می داند که آب و خاک سنندج به خون جوانانی سرخ شده که به دست عوامل نظام او کشته شدند. خون قرمز جوانان کردستانی که بر دستان رئیسی و همراهان و همقطاران اوست در هیچ تصفیه خانه پاک نخواهد شد. جمعی از زنان مبارز داخل ایران طی بیانیه‌ای هر نوع لابی‌گری را محکوم کرده و خواستار شفافیت در این مورد شدند.
در ابتدای بیانیه این زنان مبارز آمده است دستاوردهای غیر قابل انکاری که خیزش زن زندگی آزادی با طی مسیری خونبار در کمتر از 3 ماه از سر گذرانده، نه تنها همراهی ایرانیان خارج از کشور بلکه نگاه تیزبین اندیشمندان و هنرمندان، نهادها و سازمانهای مردمی و سندیکاهای کارگری در سطح جهان را نیز به خود معطوف داشته، تا جایی که اکنون شاهد تغییر هرچند اندک در مواضع دولت‌ها و سیاست‌هایشان در مقابل حکومت ایران هستیم. در این راستا می توان به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در تعیین سازوکار ویژه برای حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضینی که پس از کشته شدن رینا امینی در ایران به خیابان آمدند اشاره کرد. این زنان مبارز داخل ایران در این باره می گویند جایگاه کنونی جنبش موجب شده که از سوی دولت‌ها، مراجع و نهادهای مختلف بین‌المللی با برخی فعالان داخل و خارج از کشور تماس‌هایی گرفته شود و برای شرکت در مجامع و کنفرانس‌های گوناگون از آنان دعوت به عمل آید. با توجه به اینکه اکنون شرایط گردش اطلاعات که برای آن نیز بهای سنگینی در جهان و ایران پرداخت شده بسیار متفاوت از سال‌های 1356-1357 است و لازم نیست دیگر 30 سال از آن بگذرد تا بفهمیم چه چیز و چگونه بر سر ما آوار شده است، لازم میدانیم اعلام کنیم ضروری است هر گونه تماس، مذاکره و اعلام نظر هر شخص، جریان و سازمانی که به شکلی مخاطب دولت‌ها، مراجع و نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرد، به طور شفاف به اطلاع مردم ایران رسانده شود، به گونه ای که تمامی مردم ایران و جانهای عزیزی که در خیابان به دنبال احقاق کرامت انسانی خود هستند از آن مطلع شوند. درسایی که از زندگی، کار و مبارزه در شرایط سخت و گاه غیر قابل تحمل این 14 دهه آموخته ایم، آگاهی لازم را برای برهم زدن روابط و معادلات حاصل از لابیگری در عرصه‌های بین‌المللی به ما آموخته است. جنبش اجازه نمی‌دهد دیگر بار پشت درهای بسته بر سر خون مردم معامله شود و به هر شکل ممکن معامله‌گران داخلی یا خارجی را با انتقادهای کوبنده افشا می‌کند. هر گونه لابیگری به معنی حذف مردم و نادیده گرفتن قدرت اجتماعی آنان است. مردمی که زیر گلوله مبارزه می‌کنند راه‌های مذاکره را نیز به خوبی می‌شناسند. جوانان انقلابی محلات سنندج در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست برنامه کیوسک تلویزیون آریان رسیده، از همه جوانان دانشجو می‌خواهند که روز دانشجو 16 آذر را به روز تجمیع جنبش‌های انقلابی سراسر ایران تبدیل کنند. ما جمعی از مبارزان سنندج در دل اوضاع کنونی و در ادامه این خیزش انقلابی، حال و هوای 16 آذر امسال با تمامی سالهای گذشته فرق دارد. دانشگاه در طول تمامی این سالها و خصوصاً 3 ماه گذشته یکی از کانونهای اصلی اعتراض، اعتصاب و سازماندهی مبارزه علیه قوانین ارتجایی تحمیل شده بر جامعه بوده است. سوزاندن روسری‌ها، برداشتن دیوارهای تفکیک جنسیتی در غذاخوری‌ها، تجمعات و شعارهای رادیکال و پیشرو تنها بخشی از این مبارزات است. دانشگاه به مثابه یکی از جنبش‌های پیشرو در امر سازماندهی تاریخاً نقش بسیار ارزشمندی را ایفا کرده و بر همین مبنا نیز امروز به یکی از سنگرهای اصلی آزادی‌خواهی و ضدیت با ارتجاع مذهبی و استبداد حاکم تبدیل گشته. در شرایطی که جمهوری اسلامی کودک‌کش در مقابل اعتراضات بر حق جامعه از هیچ جنایتی دریغ ندارد، در شرایطی که دانشگاه‌ها و مدارس به پادگان تبدیل شدند و نیروهای سرکوب از دیوار مدارس و دانشگاه‌ها بالا می‌روند و دانش آموزان و دانشجویان را به رگبار می‌بندند، ما شاهد اینیم دانشگاه نه تنها از این همه جنایت و سرکوب مرعوب نشد، بلکه همراه و همگام با توده‌های به پا خواسته استوارتر و پیگیرتر در میدان مبارزه ایستاده است. جنبش انقلابی ایران امروز پا بر جا و استوار با تکه بر جنبش‌های رادیکال و 40 سال مبارزه بی امان علیه جمهوری اسلامی و با پشتیبانی مبارزه زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری طلب به 16 آذر امسال چشم دوخته است. جوانان انقلابی محلات سنندج و سایر جوانان کردستان در این مبارزه بی امان خود را بخشی از مبارزه مردم ستم دیده ایران بر علیه هر گونه ظلم و استثمار و تبعیض جنسی می‌دانند و بر این باورند که پیروزی
جنبش انقلابی کنونی در گروه تلاش جنبش‌های مترقی و رادیکال از جوانان انقلابی محلات، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، کارگران، پرستاران و بازنشستگان و در نهایت کل ستم دیدگان جامعه است. با مبارزه و همبستگی سراسری و اعتراضات و اعتصابات کارگری میتوان و باید این جنبش انقلابی را به سرانجام رساند. هم رزمانمان، امروز جامعه بیش از هر زمان چشم امید به ما دوخته است. پیروزی این جنبش در گروه رهبری دقیق قدم به قدم و از پایین است. 16 آذر امسال می تواند و باید به یک نقطه اتکا برای آغاز یک تحرک سراسری واحد و ایجاد هماهنگی میان جنبش های مختلف جامعه تبدیل شود. به مثابه جوانان انقلابی محلات سنندج با خواست آزادی کلیه زندانیان و دستگیر شدگان اخیر، لغو حکم اعدام و دفاع از حق آزادی اعتراض و اعتصاب و اتمام فضای سرکوب و خفقان و برابری زن و مرد به پیشواز روز دانشجو می رویم و خواهان محاکمه تمامی مسببین کشتارهای اخیر از تهران تا کردستانیم. دوشادوش کارگران، معلمان، دانشجویان و سایر جنبش‌های پیشرو در جامعه مبارزه تا سرنگونی حاکمیت جمهوری اسلامی و برپایی یک دنیای آزاد و برابر را ادامه خواهیم داد. جوانان انقلابی محلات سنندج، آذر 1401. محاکمه 15 تن به اتهام کشتن یک بسیجی در کرج از دیروز در دادگاه انقلاب این شهر آغاز شده. مجمع مادران پیشرو میگوید جمهوری اسلامی با این اقدامات نمیتواند مردم به پا خواسته را مرعوب کند. به گزارش بی بی سی، در خلال نگرانی سازمانها و کارشناسان حقوق بشری درباره خطر صدور احکام بیشتر اعدام برای معترضان در ایران، نخستین جلسه محاکمه 15 تن دیگر از معترضان روز چهارشنبه به طور جمعی در دادگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار شد. این معترضان متهمند در کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان نقش داشتند. این متهمان که 3 نفر آنها 17 ساله اند به افساد فی الارض متهم شدند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اتهام افساد فی الارض می تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد. در واکنش به این خبر، مجمع مادران پیشرو در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی می خواهد کودکان و جوانان را بترساند، خانواده ها را مرعوب کند و مردم را عقب براند. آرزویی که 74 روز است جامعه عمل نپوشیده. این مادران تأکید می کنند آن که امروز بازخواست می کند و متهم می نماید ما ایم، نه شما و دستگاه قضایی جنایتکارتان. ما مادرانیم که شما را به جرم حضور نامشروع 43 ساله‌ای که هر ثانیهش خون از تن این مردم روان کرده است محاکمه می کنیم. مفسد فی الارض شما اید که از بدو حیات خاوران زن و مرد مبارز را به سلاخانه ها سپردید. شما که جای جای این سرزمین را مسخر قتل عامتان کردید. شما که برای تحکیم پایه‌های حکومت هرزه‌تان 8 سال خون جوانان دو کشور ایران و عراق را ریختید. مفسد فی الارض شمایید که در سوریه و عراق تک تیراندازهایتان قلب جوانان را هدف می‌گیرد تا شما در قلب تهران در امنیت حکم برانید. شما که زنان را در قوانین شریعت به سلابه کشیده از انسانیت ساقط کرده اید. شما که هویت‌ها، ملیت‌ها، قومیت‌های مختلف این سرزمین را همیشه خفه کرده اید. شما که همیشه خواستید روح زندگی، امید و عشق را در دل جوانان بکشید. مادران پیشرو تصریح می‌کنند حکومت کودک‌کش ضد انسانی جمهوری اسلامی حق ندارد بر مقام قضا بنشیند وقتی متهم فرزندان آگاه و آزاده این سرزمینند و قاضیان آن نمایندگان فاسق خدای جبار. ما نه مرعوب می‌شویم و نه عقب می‌نشینیم. زن زندگی آزادی عدوی شما نیست، بلکه انکار شماست. یک دل و همراه در کنار جوانانمان هستیم. رانندگان کامیون و تانکر در پالایشگاه اصفهان شروع اعتصاب خود را اعلام کردند. تصاویری از اعتصاب کامیونداران اصفهانی را با هم می‌بینیم. در ساعت 8 صبح هیچ کامیونی نیست. جاده آزادگان
همینطور که میبینید هیچ کامیونی نیست، هرچی هم هست خالیه یا از شهرهای غریبه. تک و توک اسپانیا هم اعتصابا میشکنن ولی دیگه با خودشون، طبق اعلامی هم که راننده ها کردن مهلت راننده های غریب از جاده‌ای که مال شهرهای دیگه است تموم شده و دیگه امنیتشون با خودشونه. هیچ کامیونی نیست، جاده آزادگان اینطور که میبینید هیچ کامیونی نیست، هرچی هم هست خالی. بخشی از بولتن محرمانه فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران که توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده، حاکی از آن است علی خامنه‌ای دستور داده تا مولوی عبدالحمید بازداشت نشود بلکه به تعبیر او بی‌آبرو شود. گروه هکری بلک ریوارد پس از هک وبسایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس به ده ها بولتن که در این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تهیه شده دست یافت و آنها را منتشر کرد. آنطور که این گروه اعلام کرده، این بولتن ها با نظارت عباس درویش توانگر قائم مقام خبرگزاری فارس به صورت دوره‌ای تهیه و تحت عنوان بولتن ویژه بیان به دفتر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ارسال می شده است. این بولتن ها حاوی اطلاعات محرمانه درباره موضوعات مختلف از جمله اعتراضات سراسری پس از مرگ ژینا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی است. در یکی از این بولتن ها به تاریخ 3 آذر 1401 آمده که بر اساس شنیده ها رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی مبنی بر بازداشت مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان دستور داده مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود بلکه باید بی‌آبرو شود. در این بولتن آمده که علی خامنه‌ای به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی دستور داده به مولوی عبدالحمید هشدار دهید. سیاست کلی نظام بر این است که فعلا با مولوی عبدالحمید مدارا شود، نباید اقدامی شود که او دوباره خشمگین شده و اهل سنت را به خیابان‌ها فرا بخواند. با این حال در این بولتن تاکید شده که تدبیر بر این است تا به تدریج توانایی مولوی عبدالحمید سلب شود. نماز جمعه مثل سابق بسیار با هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در آخرین آمار خود از اعتراضات سراسری در ایران تعداد جانباختگان خیزش را 459 نفر اعلام کرد. این آمار که از سوی این نهاد حقوق بشری به روزرسانی هم می شود، فاصله زمانی 26 شهریور تا 8 آذر سال جاری را در بر می گیرد. بر اساس این آمار شمار کشته شدگان 459 نفر شامل 64 کودک و نوجوان کمتر از 18 سال و 61 نیروی امنیتی است. شمار بازداشت شدگان به طور تخمینی 18195 نفر است و تاکنون هرانا توانسته هویت 3446 نفر از آنها را شناسایی کند. به گزارش روز چهارشنبه هرانا، همچنین 8 شهروند در شهرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر پایه تصاویر ویدیویی که از اعتراضات اکباتان در شامگاه چهارشنبه منتشر شده، معترضان علیه سیاست اعدام رژیم شعار می‌دهند. دیشب در اکباتان شعار داده می‌شد این آخرین پیام اعدام کنید قیام و همسایه با وجدان 14 خیابان. شهرک اکباتان در غرب تهران یکی از کانون‌های خیزش در تهران است. طی بیش از 2 ماه اخیر این شهرک همواره مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و پلیس سرکوبگر جمهوری اسلامی بوده است. به خاطر معماری آپارتمان‌های شهرک اکباتان، شناسایی کسانی که شبانه از پشت پنجره‌ها شعار می‌دهند ناممکن است. همین نیز امکانی را برای ساکنان طبقه متوسط این شهرک به وجود آورده که اعتراضات شبانه‌شان را تداوم ببخشند.
تبهکار دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش خبر مرگ سرکردهشان را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابو عمر المهاجر سخنگوی گروه تبهکار داعش چهارشنبه 9 آذر در پیامی صوتی که از شبکه تلگرام پخش شد اعلام کرد که ابو حسن الهاشمی القرشی رهبر این گروه کشته شده است. ابو عمر المهاجر در این پیام تصریح کرد که القرشی در حال نبرد کشته شده، اما جزئیاتی از چگونگی مرگ او و تاریخ کشته شدنش ارائه نداد. مهاجر همچنین از منصوب شدن خلیفه جدید این گروه تبهکار به نام ابوالحسن الحسینی القرشی خبر داد. او چهارمین رهبر داعش از زمان تأسیس آن به دست ابوبکر بغدادی است. بغدادی در سال 2019 به دست نیروهای آمریکایی در شمال سوریه کشته شد. سخنگوی داعش همچنین هیچ نشانه‌ای از رهبر جدید گروه که همنام رهبر قبلی است نداده. پس از کشته شدن ابوبکر بغدادی، نخستین رهبر داعش ابو ابراهیم الهاشمی القرشی رهبر این گروه شد. او نیز در ماه فوریه در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شد. داعش پس از افزایش قدرتش در سال 2014 و فتح سرزمین‌های وسیعی از عراق و سوریه با مقاومت بی‌نظیر آزادی‌خواهان کردستانی روبرو شد. با شکست داعش در برابر رزمندگان کوبانی، افول این گروه تبهکار آغاز شد و نیروهای کردستانی با کمک نیروهای بین‌المللی در سال 2019 شهر رقا پایتخت داعش را آزاد کردند و زنان مبارز کرد پرچم آزادی‌خواهی را در آنجا برافراشتند. اکنون و با نابودی داعش، شهر کوبانی که رمز مقاومت کردستانیان و همه آزادی‌خواهان جهان علیه سیاه‌اندیشی است، از سوی رجب اردوغان رئیس جمهور رژیم ترکیه مورد تهدید است و جهان هم با سکوتی سنگین نظاره‌گر خودسری‌های آنکارا. شماری از دانشجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در حمایت از اساتید تئاتر حمید پورآذری و سهیلا گلستانی در دپارتمان نمایش و موسیقی این دانشگاه تحسن کردند. تصاویری از این تحسن دانشجویان هنر را می‌بینیم. بینندگان تلویزیون آریان، به اطلاعتون میرسونم همزمان با سفر رئیس جمهور تازه برگماشته شده جمهوری اسلامی که هنوز 2 سال نشده به این مقام رسیده، کسی که به عضویت هیئت مرگ مشهور در میان جناح‌های جمهوری اسلامی، نام او را آیت الله قتل عام گذاشتند، به شهر سنندج. هم اکنون فضای امنیتی در این شهر حاکم. موتور سواران یگان ویژه، لباس شخصی و نیروهای ویژه سرکوب سپاه پاسداران و اطلاعات در سطح شهر جولان میدن، در پی اینند که فضای رعب و وحشت رو در این شهر سرخفام و انقلابی پدیدار کنند. به این ترتیب به پایان بخش اول از این ویژه برنامه رسیدیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم و بخش دوم را با شما همراه خواهیم بود.